با سلام خدمت دوستان عزیز، مهدی عباسی هستم، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش جاوا اسکریپت. این جلسه جلسه کوتاهی داریم، البته جلسه ادامه جلسه قبل در مورد آرایه هاست. این جلسه در مورد اینکه چطوری میتونیم یک آرایه رو مرتب بکنیم. خب دو نوع مرتب سازی تو جاوا اسکریپت داریم، یکی مربوط به آرایه هایی که متنی هن و یکی هم که مربوط به آرایه هایی که عددی هن. خب حالا اینا من تفاوتشون اینجا بهتون میگم. اول یک آرایه ای میسازیم، اینجا یک آرایه میسازم اسم وارن names. این برنامه ترجمه رو من ببندم که ای باز نشه. برابر است با یک آرایه میسازم، چند تا اسم توش ذخیره میکنیم: مهدی، محسن، زن علی و مثلا تام، با عنوان مثال سعید. خب الان من چند تا اسم تو داخل این آرایه ذخیره کردم، این دار میخوام به ترتیب حروف الف ها، این دار مثلا من این یکی از این ام ها رو میارم این ورتر میذارم، میذارمش بعد سعید. خب این دار میخوام به ترتیب حروف الف ها مرتب بکنیم و در نهایت استران در خروجی نشون بدیم. برای مرتب کردن آرایه هایی که متنی هستن به این شکل خیلی راحته، فقط کافیه بنویسیم نام آرایه رو بنویسیم و نقطه سورت، از متد سورت استفاده میکنیم، این آرایه رو برای ما مرتب میکنه و میتونیم با همون کنسول لاگ در خروجی هم نشونش بدیم. من F12 میزنم، بزرگ میکنم، ببخشید، رفرش میکنم صفحه رو. ببینید خب الان خودش مرتب کرد: علی، مهدی، محسن، سعید و تام. خب ببینید ما اینجا مهدی، علی، تام، سعید و محسن بود و با تابع سورت من اینا رو چی کردم؟ مرتب کردم و به این شکل. خب یک حالت دیگه هم داریم، یه زمانی پیش میاد میخوایم یک آرایه رو برعکسش بکنیم، یعنی میخوایم از آخر تو متنی میخوایم از آخر به اول باشه. میتونیم بعد از اینکه با سورت اون رو مرتب کردیم با تابعی به اسم رورس اون رو برعکس بکنیم. تابع ریورس اون تابع مرتب شده رو میگیره و برعکسش میکنه. ببینید الان من رفرش میذارم، برعکس رو: تام، سعید، محسن، مهدی، علی. خب پس با سورت مرتب میکنیم به ترتیب حروف الف و ریورس اون رو برعکس میکنه. حالا مثلا سورت رو من میام اینجا پاکش میکنم، الان اینجا با ریورس میذارم برعکس میکنم آرایه‌مو، اینجا از مهدی شروع شده به محسن رسید، حالا با ریورس من بزنم از محسن شروع میشه و به مهدی میرسه. ببینید خب حالا آرایه های عددی چجوری مرتب میشن. یک آرایه ما میسازیم به صورت از اعداد، من پاک میکنم این آرایه اولی رو، نامشو میذارم نامز، یعنی اعداد. تو اولی 20 رو ذخیره میکنم، 15، 78، 5، 122، 41، 6 این بار. خب و اینا رو حالا میخوایم به ترتیب اینا مرتب بشن. با سورت اینا رو نمیشه مرتب کرد، سورت معمولا خطا رد میکنه تو اعداد. الان اینجا من این رو تو خروجی نشونش میدم، یکی الان راه حلش رو اینجا خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم که ببینید چجوری مرتب میشن. ببینید درست اینجا 122 15 20 40 اینجا اصلا درست مرتبش نکرده، پس سورت به درد آرایه های عددی نمیخوره. برای اینکه بتونیم این رو مرتب بکنیم تو آرایه عددی باید یک فانکشن ما بهشون بدیم، یعنی یک فانکشنی میسازیم، یک فانکشن بدون نام. ببینید فانکشن های بدون نام فانکشن هایی هستن که همونجا معرفی میشن و استفاده میشن. خب و در اون دو تا آرگومان بهش میدم، آ و بی. میتونید اینو خارج از این چی هم بنویسید، یعنی فانکشن بسازید اینجا، فانکشن اسمش رو میذاریم سورت نامز، دو تا آرگومان آ و بی رو بهش میدم، دو تا آرگومان میگیره، فقط نامش رو مینویسیم اینجا. خب یعنی با یک فانکشن باید مرتب بشن آرایه های عددی، یک فانکشن میسازیم و اون رو میدیم به تابع سورت. چیکار میکنیم اینجا؟ آ از بی کم میکنیم، اینجا مینویسیم return آ منهای بی. این چه کار میکنه؟ خب اگه مثبت باشه آ منهای بی دو تا عدد رو با هم میگیره مقایسه میکنه، یعنی شروع که میکنه اول 15 و 20 رو میده به هم میشه شروع میکنه. اگه آ از بی بزرگتر باشه خب جواب مثبته، اگه آ از بی کوچکتر باشه جواب منفی، اگه مساوی هم باشه صفره، اگه مثبت باشه خب یعنی عدد بزرگتره، اگه منفی باشه عدد کوچکتر جوابی که برگشت داده میشه، یعنی عدد کوچکتره، و اگه صفر هم باشه خب دو تا عدد مساوی هم. در نهایت در خروجی نشون میدیم این آرایه مرتب شدمون رو.
ببینید درست شد 5 6 7. اگه بخوایم از بزرگ به کوچیک مرتبش بکنیم می نویسیم بی منهای آ. خب و ریترن هم خب گفتم جواب رو برمیگردونه برای ما. ببینید 122 78 41 20 15 6 و 5. خب حالا این آرایه های بدون نام ماجراشیه، میتونیم به جای اینکه اینو اینجا اینجوری بنویسیم همینجا آرایه‌مون رو هم فانکشن رو همینجا معرفی بکنیم. فانکشن های بدون نام فانکشن هایی هستن که نام ندارن و هم اونجا معرفی میشن برای استفاده. آ بی، خب همین ریترن آ منهای بی رو هم من میارم میذارم اینجا آ منهای بی. پس به این شکل میتونیم یک آرایه عددی رو ما مرتب بکنیم. یک بار دیگه من رفرش میزنم نتیجه رو در خروجی میبینیم. ببینید حالا اگه بخوام برعکس باشه میگم بی منهای آ، بی منهای آ. خب امیدوارم از این جلسه استفاده لازم برده باشید. این جلسه رو همینجا به پایان میرسونم.